سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره منشید شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز این داستان از زبون یکی از افسرهای پلیس آگاهیه که تو شهرستان شهر کرد خدمت میکنه این ستوان که بیشتر از دوازده سال تو پلیس آگاهی خدمت میکنه یادآور داستان واقعی شده که در اون برادری قربانی خیانت همسر و هوسرانی برادر کوچیکترش شده داستان کارگاه پلیس آگاهی شهر کرد برمیگرده به نیمه دوم سال نود توی شب سرد زمستونی که خونواده با استراب و دلهوره به پلیس آگاهی مراجعه میکنن. اونا با نگرانی و استرس میگن یکی از اعضای خانوادهشون به نام مرتزا گم شده. اون دو نفر که برادرای مرتزا بودن گفتن مرتزا متحل و یه بچه داره. به خاطر همین موضوع هیچ وقت سابقه نداشته که دیر بیاد خونه. ولی امروز از صبح که به محل کارش تو بیمارستان رفته دیگه به خونه برنگشته نگشته. پلیس تو بررسی اولیه متوجه میشه که جریان گم شدن مرتزا درسته. بعد از اون پلیس سعی میکنه دنبال علت گم شدن مرتزا باشه. برای همین سعی می کنن به جمعوری اطلاعات که با فرضی های مختلفی برخورد می یکی از مهمترین اونا حضور مرتزا تو یکی از شرکت های هرمی تو تهران بوده. چرا که قبلا هم سابقه حضور تو این گونه فعالیت ها رو داشته که ماموران بعد از اعزام به تهران این فرضیه رو رد کردند. بین همین تحقیقا پلیس میفهمه که مرتزا با همسرش در عین حال که وضعیت مالی خوبی داشتن، رابطه صمیمی خوبی نداشته. زندگیشون خیلی سرد و خشک بوده. برای همین تحقیقاتو از همسر مرتزا به نام سارا که تنها 20 سال بیشتر نداره شروع می کنن. سارا تو صحبت اولیه با گریه و زاری قصد داشته مأمورا رو فریب بده. ولی هر چقدر سعی می کرده شک معمورا بیشتر می شده. از طرف این معمورا با استفاده از اطلاعات همسایه ها متوجه شدن برادر کوچکتر مرتزا به نام هاشم چندین مرتبه بعد از گم شدن مرتزا مخفیانه وارد خونه برادرش شده. این مدارک تو کشف و برملا کردن راز پرونده مرتزا خیلی به مامورا کمک کرده. اونا فکر کردن شاید جنایت هولناکی رخ داده. بنابراین با مجوز قضایی دوتا تا مزنون پرونده یعنی سارا و برادر مرتزا هاشم و بازداشت کردن و آوردنشون پلیس آگاهی. هاشم اوایل بازجویی شروع کرد به تهدید کردن مامورا که ازتون شکایت میکنم. می گفت من برادرم و خیلی دوست دارم چه جوری میشه من اونو بکشم اما دروغای اون کاری از پیش نبرد و سرانجام مجبور شد که اعتراف کنه راز یه جنایت و فاش کرد اون گفت من و زن مرتزا از مدت قبل یعنی بعد از به دنیا اومدن بچه مرتزا با همدیگه رابطه جنسی داشتیم این رابطه هر روز بیشتر و بیشتر میشد و ما رو بیشتر تو باتلاق فرو کرد. حتی یکی از برادرامم به این موضوع شک کرده بود هر وقت چشمم به مرتزا می افتاد شرمنده می شدم. اوایل رابطم با سارا خواستم چندین بار خودم از بین ببرم. ولی جرأت نکردم. بازم به این رابطه ادامه دادم. نبود طولانی برادرم تو خونه و جوون بودن سارا باعث می شد ما بیشتر وسوسشیم که با هم باشیم. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه زندگی مرتزا با سارا هر روز خشکتر و سردتر می شد. تا جایی پیش رفتن که دیگه هیچ محبتی بینشون نبود. همونجا بود که سارا به من پیشنهاد داد تا با از بین بردن مرتزا یه زندگی جدیدی رو با هم دیگه شروع کنیم. اول مخالف این کار بودم ولی بعد به رسوایی رابطمون فکر کردم و قبول کردم. هاشم همینطور که سرش انداخته بود پایین ادامه داد یه مقدار داروی بیهوش کننده خریدم دادم به سارا. اونم شب حادثه اونو تو لیوان چایی مرتزا ریخت و بعد از بیهوش شدن مرتزا با من تماس گرفت و من رفتم بالا سر برادرم. حالش خیلی بد بود. داشت بیهوش می شود. آروم بهم به گفت برادر حالم خوب نیست. کمکم کن. یه لحظه پشیمون شدم. اشک تو چشام جمع شد و گفتم آره آره حتما کمکت می کنم. بعدم بهش پیشنهاد دادم که بلند رو بریم بیمارستان. سارا از اون طرف اشاره کرد یعنی چی؟ بیمارستان چیه؟ کار تو بکن رو کردم به برادرم و گفتم تا داشتا تو حاضر شی من یه دقیقه برم دست و صورتم و بشورم و بیام بعد رفتم سمت دستشویی و اشاره کردم به سارا وقتی سارا اومد بهش گفتم من نمیتونم این کارو بکنم نمیتونم برادرمو بکشم من پشیمون شدم غلط کردم بیا ببریمش بیمارستان بهش دارو بدن خوب شه تو رو خدا ولی سارا گفت نه نه تا الان این کارو کردیم تا آخرش پیش میریم تا اینجاشو من رفتم بقیهش با توست آشن به زندگیمون فکر کن فکر کن وقتی مرتزا نباشه چقدر راحت میتونیم کنار هم زندگی کنی؟ تو رو خدا هاشم بچه بازی در نیار بیا برو کار تموم کن ولی من نمیتونستم نمیتونستم گفتم سارا نمیتونم برو خودت تمومش کن سارا به حالت قهر از کنار من رفت دو دقیقه بعد اومد گفت منو دوست داری گفتم آره معلومه که دوستت دارم گفت پس اگه منو دوست داری بیا برو کارو تموم کن هاشم تو رو خدا منو تو کنار هم میتونیم خیلی خوشبخت باشیم نظر خوشبختیمون خراب شه به آیندهمون فکر کن گفتم خب خودت برو بکن من نمیتونم گفت من نمیتونم زورم نمیرسه پتکو بلند کنم من با خودم پتک برده بودم برده بودم که کار تموم کنم سارا گفت دوستم نداری پس گفتم نزن این حرفو چرا دوستت ندارم خیلی دوستت دارم خیلی دلم میخواد باهات آینده روشنی داشته باشم ولی واقعا نمیتونم برادرمو بکشم. سارا گفت نه امکان نداره. هر کی که عشقشو دوست داره به خاطرش همه کاری میکنه. تنها چیزی که به من ثابت میکنه منو خیلی دوست داری همینه. منم خام حرفای سارا شدم و رفتم بالا سر برادرم. گفتم داداش چرا بلند نشدی؟ گفت نمیتونم. اصلا صداش در نمی اومد. خیلی به زور نفس میکشید. گفتم ولش کنم همینجوری خودش میمیره. به سارا اشاره کردم و گفتم ولش کن همینجوری میمیره یهو برادرم گفت هاشم منو نمیبری بیمارستان دوباره دست و دلم لرزید ولی وقتی نگاه کردم دیدم سارا اشک تو چشاش جمع شده دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم رفتم پتکو آوردم و محکم چند تا ضربه خیلی محکم زدم تو سر مرتزا بعد از یکی دو دقیقه دیدم بازم داره نفس میکشه باز پشیمون شدم اما سارا رفت چند تا آمپول جوهر نمک و هوا که از قبل آماده کرده بود اوورد و زد به مرتزا. منم یه دستمال برداشتم و گذاشتم رو دهن و دماغ مرتزا و گفتم بذار کار تموم شه. بعد از 20 دقیقه مرتزا دیگه نفس نکشید. بعدم با کمک سارا جسدش رو برداشتیم, برداشتیم بردیم تو ماشین و رفتیم نزدیک های کرنج. روز قبل رفته بودم اونجا یه گودال بزرگ کنده بودم. همونجا دفنش کردیم و برگشتیم خونه. خیلی حالم بد بود. سارا یه نوشیدنی درست کرد بهم به داد خوردم. یکم آروم شدم. بعدم با هم شروع کردیم همه ای مدارک جرم و آثار جرم رو جمع کردن. رد خونا رو شستیم و همه چی رو به راه کردیم. بعدم تصمیم گرفتیم به همه بگیم مرتزا نایمده خونه. گفتیم گم شده. بعد از اینکه صحبت های هاشم تموم شد، را رفتن جایی که جسد و دفن کرده بودن. جسد و بردم پزشک قانونی و بعد از اینکه از سارا هم بازجویی کردن و اون همه چی رو تایید کرد پرونده بسته شد و هر دو متهم و روونه زندان کردن دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگی. کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست